عموهام و دوستان. سلام گلای تو خونه، امروز آوردمتون کجا وی؟ امروز آوردمتون پیش شایان کفا، شاخ مجازی، حیولای تیک تاک، گودزیلای اینستاگرام. سلام عرض میکنم دوستان عزیز، بالاخره عمو ما رو مجبور کرد بیایم اینجا دیگه هنرامو رو کنم براتون. میخوام یه تخم مرغ درست کنم. چه تخم مرغی؟ تخم مرغ دیگه. آقا داستان چی میخوای امروز درست کنی اصلا؟ خب یه مرغ شکمپاره هست، حالا من میخوام تخم مرغ شکمپاره براتون درست کنم. شما مگه، حالا من سوال بکنم ببینم شما در واقع در اینجا به چه کاری مشغولی که میخوایم چیزی درست کنی؟ کار اصلی چی هست؟ والله کار اصلی به این ربطی نداره، ولی دیگه بعضی موقع از گشنگی دانشجویی بالاخره یه تخم مرغ دانشجو دانشجوی چی؟ دانشجوی پزشکی هستم من. سال دوم پزشکی هستم، دانشگاه شربروک میخونم. در کنارش هم ویدیو اینا که دیگه خودتون در جریان این دیگه. من کیت میشم؟ شما هم که شوهر خالم هستین. ولی هم عمروام دیگه. عمروام خودمون هستم. پایه ویدیوهای بنده. بله. برنامه ریز. ما با باباش داستان داریم دیگه، با جناب و جناب کشیه. بله. خب گفتی این تخم مرغ شکمپر. بله. دقیقاً. وای چی میشه داستان؟ خب. حالا یعنی پیشخیه مادر پیشغذاست. بله پیشغذا هستش و چیزی هستش که معمولا تو مهمونی هایی به که اردوب، مثلا اردوب دیگه، درسته؟ اردوب استفاده میشه. زیاد سخت نیستش. اول از همه تخم مرغ رو آبپز می‌کنی، بعد وسط قاچشون می‌کنی، زرداشو در می‌یاریم. زرداشو که در می‌آورین حسابی لهش می‌کنین و وسط بعد شیویدش و پیاز قرمز توش می‌ریزی. آره همین شلاتی که پیازای کوچولو که طعمش خیلی عالیه. خب بله بعدش هم مایونز و خردل رو بهش اضافه می‌کنیم. مقلم رو اضافه می‌کنیم، بعد اینو حسابی له می‌کنیم، بعد دوباره می‌ریزیم تو زردای تخم. دوباره مثل همون زرده میذاریم سر جاش. دقیقاً میذاریم سر جاش تو سفیدای تخم مرغ و نمک و فلفل هم که به مقدار لازم. نمک فلفل هم بله دیگه، به مقدار لازم دیگه. نمک کم بزنی خوب نیست براتون، ولی نمک به مقدار لازم بزنین. ایشون چه خودش گوله نمکه دیگه کم میزنه. گوله نمکی میشه، من وایس دادم ولی بله. بعدش هم روش دوباره برای تزیینات این سمنا که گذاشتیم یکم هم شیبید دوباره روش می‌ریزید. به همین راحتی خوشمزه. پس تخم مرغ شکمپوری که سلمان دودی هم روشه. روشه و این داستان دیگه ریخت و پاشه برای عموهام دیگه. بسیار عالیه. طعم اون ترشیش هم از لیمو ترش میگیره و اصلا داستانیه. لیمو ترش هم حالا بعضی زیاد هر چقدر خودتون اگه ترش یه کوچولو بزنین، ولی اگه بیشتر دوست دارین دیگه به اندازه‌ای که دوست دارین لیمو ترش اضافه میتونید کنید. آها خیلی خب، پس بریم برای میکس کردن ماجرا ببینیم چه میکنه این بازیکن. برو بریم. عمو جون گرفتم اینا رو همه رو له کردم همونطوری که دیدین. بعد الان با از این اسکوپ وردارا قرار اسکوپ وردارا بستنی طور همچین بستنی طور خارجکی. آخ برو بریم ببینیم چطوریه. اولش رو میزنیم. اوه چی شد؟ چی شیک و مجلسی، قشنگ تمیز. دومیش مخصوص امروهامی. دومیش دو و دو سه و سه. اینو مخصوص دارم برای امروهام. به 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 نه راضی هم از در این کدوم بزن؟ بزن ودیو هر کدوم؟ بزن چه میکنه این بازیکن؟ چه میکنه این بازیکن؟ هر انگاش هزار تا هنر. خب پس بریم اینو تزیینش بکنه قشنگ، بعد بیم عمو بزنه تورک ببینیم که داستان از چیه قراره. ببینیم چهار تا درست کردم عمو بزنه دیگه. برو بریم برو. خب نوبتی هم باشه، نوبت مسابقه هفته است. شایان بلایی به سرت بیارم که حذف کنی این آقا شایان. یه خاطره اولش بگم این آقا شایان وقتی که من و خالش میخواستیم ازدواج بکنیم هنوز عقد نکرده بودیم این داستانا، خانوادگی یه سفر همه رفتیم شمال، ما ویلاهامون تو شمال بغل هم بود، بعد یعنی من و با جناق از قبل،
بغل هم بود ویلاهامون و خلاصه با هم رفتیم همون شهرک خودمون. خلاص توی راه دیگه شایانی هم میخواستن منو شناسایی کنن که من حالا دارم شوهر خاله میشم، داستانم چیه و اینا. با برادر کوچیکترش نشسته بودم پشت ماشین و من خالش هم جلو بودیم و اینا داشتیم میرفتیم، چند ماشینه کلا میرفتیم، ما تو یه ماشین. بعد ما یکم شوخی کردیم و خندیدیم اینا. بعد شایان به من گفتش که عمو شما خیلی باحالی ها، ما فکر نمی‌کردیم اینقدر باحال باشی. منو دانیال دینامیت آورده بودیم، میخواستیم شما رفتیم اونجا دینامیت بزنیم زیر پای شما. گفتم دست شما قریب کشن اینا. خلاصه نگاه کردیم جیباشون اینقدر دینامیت، نشستن تو ماشین ما، میخواستن ما رو منفجر. ما اینجور خانواده ای هستیم، همه خانواده رو داریم. بله اینجور خانواده ای هستیم، از بچگی شروع کرده بودیم. آخ گرفته. حالا الان نوبت منه. خیلی 30 ثانیه نقره ای شما فرصت داری که به این سوال خطرناک امروان پاسخ بدی. یه چیزی من از شما میخوام 10 بار تکرار کنی. 10 بار که تکرار کردی سوالو میپرسم، زمانت شروع میشه. بزن بره. خب 10 مرتبه پشت سر هم بگو شنگال. شنگال 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 شنگال. سوپ با چی میخورن؟ با کفگیر. با قاشق میخورن دیگه. من چی بعد میگفتی چنگال؟ این همه ما برنامه ریزه با کفگیر. بله با قاشق میخورن. بله با قاشق میخورن. درست گفتن و گل گفتن. گل گفتی آهی گل گفتی. خب تخم مرغ شکمپر ما هم آماده شد و همون جوری که میبینید با این اسکوب زنای بستنی اون وسطش رو گذاشت و سالمان دودیر هم برش زده و روش و یه برگه همچین به فهمی نفهمی هم شیوید تنگش گذاشته برای دکور و روغن زیتون بودار هم روش داده که قشنگ مزه و همچین چرب و چیلی و براق هم بشه. اما میخواد بزنه ببینم چه کرده این بازیکن. اما بقوله... خب و بعدش هم دیگه بود دیگه، شما جلو دوربین آبروداری کنین دیگه، فان میگه بله دیگه. اون که بله. به قول شاعر که میفرماید یه تخمرغ خوشتراش دستبخت شایان کفاش، بعد یه ام کرم ریختن چه پیش غذایی پختن، مایونز و زرده و خرده شیوید و لیمو با فلفل همه رو مالون به همدیگه، چپون وسط سفیده یه سالمون دودی روش، عمو بزن بگو نوش. برم ببینم چه کرده این بازیکن. فلا وی اولوی یا نه اولوی. او گیتار رو زدم و خدا شکر گیتار یعنی موفقیت. آهنگ راضی همو میخوام دومی برم، دهنم جا نداره. چطوره؟ آخ از خوشحالی دردم گرفت. خطری شد. بسیار خوشمزه است. اون لیمو ترشی اصلا معرکش کرده. خورده های پیاز و شیوید هم میاد زیر دندون، همچنین بفهمی نفهمی. بازی. خردلش هم که از خردل های سویته که یه مزه خوشمزه هم اون داره و مایونز هم که قشنگ، چرب و چیلو روغن زیتون هم که قشنگ. پس راضی بودی همونی؟ اصلا راضی هم از ذات. راضی هم از ذات. آخ خیلی خوشمزه. خیلی ناز. خیلی ناز شد. خیلی ناز. شکر. سربلند اومدی بیرون از این چی؟ مسابقه. آره خیلی. نه خیلی عالی بود. گلای تو خونه حتما درست بکنن. دستبخت شایان کفخاش رو بزنن. ببینن که چه کرده این بازیکن. بالاخره کسی که بیش از 1,000,000 فالوور تو اینستاگرام داره و نزدیک 2,000,000 فالوور تو تیک تاک داره و شوهر خالش هم منم. بله بله از همه مهمتر. مامان دیدی مامان میگم آشپزی بلد نیستم، بیا اینم آشپزی. از هر انگوش از فقط اذیت نمی کنم، آشپزی هم هستش تو کار. خلاصه هر چی با جان آقا ما هنر نداره بچه‌ش هنرمنده. فرموجان آقا خطش کو بوده با جان خوشونه. با جان خوشونه. بله خیلی ممنون. پس گلای تو خونه حتما درست کنن و عکساش هم برای من و استاد بفرستن حتماً. ببینیم چی کار کردن توی خونه. خیلی بله. خوشمزه است. خیلی حتما امتحان بکنید. پس تو برنامه بعد و امروهام و دوستان دیگه مواظب قشنگیتون باشید. قشنگا از دور به اتفاق شایان کفاش آی لوف یو تک تکتونو میبوسید. مرسی دوستان. خدافظ.